پس از گذشت سه روز از وقوع انفجار در معدنی در شهر سوما در ترکیه جستجو برای یافتن 18 تن دیگر از کارگران ناپدید شده این معدن همچنان ادامه دارد مقامات ترکیه با اشاره به اینکه احتمال زنده یافته شدن ناپدید شدگان بعید به نظر می رسد تخمین زدن که آمار کشته شدگان این واقع تا 302 تن افزایش یابد همزمان اعضای های کارگری و برخی اعضای احزاب اپوزیسیون در پارلمان ترکیه تعداد کشته شدگان را بیش از 400 تن ذکر کردند. یکی از کارگرانی که از این حادثه نجات یافته میگوید از این به بعد هر کاری حاضرم بکنم تا دوباره به معدن باز نگردم اگر دولت به من کمک کند و فرصتی برای من فراهم کند تا شغلی مناسب بیابم هرگز به معدن و زیر زمین باز نخواهم گشت که altına kesinlikle کنده çabalarımla yer altına girmem انفجار در این معدن بار دیگر سبب افزایش انتقادها علیه دولت رجب طیب اردوغان شده طی سه روز گذشته در شهرهای استانبول آنکارا و ازمیر مخالفان دولت در اعتراض به شرایط کارگران معدن تظاهرات کردند و این اعتراضها در برخی شهرها با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد دولت اردوغان اخیرا پیشنهاد تحقیقات پارلمانی درباره حوادث معدن را رد کرده بود